قوای در واسطگانی که اون دولت داره در عرصه های مختلف، برای مثال قوه قضاییه، وقتی که قانون داره تدوین میکنه چگونه در عرصه قانون به انسان، به موجودی به نام زن و کودک برای مثال نگاه میکنه، چگونه به نوع بشر نگاه میکنه، کاملا انعکاس پیدا میکنه. و در این حال معتقدم که ریشه های عمیق فرهنگی هم داره و خب بنا به اینکه چه نوع سیستمی حاکم هست، پدیده در واقع کار مدنی، کار فرهنگی مفاهیمش تغییر میکنه، مدلهاش تغییر میکنه و امکاناتی که در واقع از جانب دولت باید به ملت داده بشه برای اینکه بتونن کار فرهنگی بکنن هم متفاوت هستش. چه پدیده که ما در جمهوری اسلامی میبینیم که حتی کار فرهنگی رو هم تحمل نمیکنه. یعنی کار فرهنگی هم باید در چارچوب التزام به قانون اساسی کشور باشه، در چارچوب التزام به ولایت فقیه باشه، در چارچوب التزام به احکام شهر باشه. غیر از این باشه شما اجازه نداری نه روزنامه داشته باشی، نه آزادی بیان داشته باشی، آزادی مطبوعات، هیچ نوع در واقع آزادی که در دنیای مدرن در واقع سکولار امروزی ما شاهدش هستیم رو ما در ایران نداریم. خب حالا فکر میکنید که حقیقتا کدوم یکی از این هاست؟ آیا هر دوشه؟ یعنی هم سیاسی، یک سوال سیاسی فرهنگیه، یا اینکه نه واقعا صرفا ربط پیدا میکنه به مسئله؟ ببینید سوال مهمیه. من فکر میکنم اگر ما اون روی این خشونت رو ببینیم که ابعاد مختلفش رو به نحوی خیلی تیتروار اشاره کردیم، اون روی خشونت مجموعی از نیازها و مطالبات و حقوق مدنی وجود داره که زنان از اونها محروم هستن. درست؟ این مجموعه حقوق شاید 50 سال پیش یا به تعبیری 100 سال پیش در ایران اصلا به این شکل مطرح نبوده. اساسا این حقوق و این نهادها و نمادها همه نمادهای مدنی هستن که به این تعبیرش میشه گفت که از فرایند مدرنیزاسیون یا نوگرایی و تجدد در جامعه دنیا جهانی و متأثر از اون جامعه ایران برآمدند. یعنی بسیار از نهادها، نقش‌های جایگاه روشنفکری و تحولاتی که در ساختار اجتماعی رخ داده و زنان وقتی تحصیل کردن وارد جامعه شدن آگاهی پیدا کردن که من برابر توی مرد باید در محیط کارم از حقوق برابر برخوردار باشم، چه مزد و چه شرایط کاری. بنابراین اون چی که امروز وجود داره محصول به هم ریختن توازن قدرته. به تعبیر خیلی از متخصصین از زاویه‌ای که من نمی‌خوام اسم ببرم، توازن قدرت در نهاد خانواده و در روابط بین زن و مرد ویژه به هم ریخته. به این معنا که آنچه که در گذشته بوده و مرد سالاری یا پدر سالاری فرهنگ مسلط در جامعه بوده امروز مورد چالش قرار گرفته. از طرف چه نهادهای اجتماعی، مثل نهادهایی از قبیل نهاد فرهنگ، نهادهای علمی، نهادی مثل نهاد حتی نهاد به تعبیری نهاد اقتصادی در کشور و از چه از طرف مثلا نهادهای مدنی که در درون جامعه دارن فعالیت میکنن و به طور مشخص خود زنان نهادهای در جامعه مدنی داریم که در درون جامعه مثلا کم و بیش دارن فعالیت‌هایی میکنن ولی بسیار جسته گریخته و بسیار با دامنه برد و اثر محدود. میدونید که در سال گذشته تعدادشون بیشتر بود، البته با کیفیت‌های نه چندان قابل قبول، ولی به هر حال ما داشتیم این دوره ممارست و تمرین دموکراتیزی کردن جامعه رو داشتیم طی می‌کردیم که اجازه چند صدایی کردن یا چند اندیشی یا چند زندگی اندیشه ورزی در جامعه رو فراهم کنیم که روز به روز داره بسته‌تر میشه. ولی نکته‌ای که اشاره می‌کنید به نظر من چون توازن قدرت به هم ریخته، کنشگری زنان در جامعه افزایش پیدا کرده. زنان دیگه نقش‌های قبلی رو بر نمی‌تابند. اون لباس کهنه‌ای که در دوره قاجار در فرهنگ دینی ما تا حتی دوره رضا شاه تو کشور تن زنان ما میکردن امروز به تن اینا وارد نمیشه، یا داره تن اونها را آزار میده این لباس تنگ، یا ناگزیر این لباس پاره میشه و من فکر میکنم نهایتا این لباس پاره خواهد شد. شکل هنجارمند این رابطه این هست که ما اساسا از طریق فرهنگ عمل کنیم، چون این کارها نیازمند یک تغییرات عظیم فرهنگی است. ولی تغییرات عظیم فرهنگی چنان که اشاره کردید اینطور نیست که ساختارها و نهادهای فرهنگی و آموزشی در کشور در اختیار سیستم حکومتی و نهاد قدرت در کشور است. چگونه میتونه آدم وارد ما مجموعه کسانی که بخش فرهنگ میخوایم کار کنیم وارد حوزه های مدیای ایران بشیم؟ در صدا و سیما بیایید شما در این مورد حرف بزنید، اجازه چنین کاری رو ندارید. در ساختار آموزشی و کتب درسی وارد این موضوع بشید، اجازه چنین کاری ندارید. در نهادهای مدنی میخوایم وارد این کار بشیم، میبینیم که سر امثال این کمپین ها و نمونه های از این دست چه بلایی سرشون میارن و افرادی که دو دقیقه هم حرف میزنن چجور با اونها مثلا میگم دو دقیقه در بابا من زمان رو روایت کردم دیدم دو دقیقه بیشتر بره. افرادی که خیلی در این زمین حتی موارد خاصی از حقوق و مطالباتشون رو مطرح میکنن مورد چجور سرکوبی قرار میگیرن. به اعتقاد من
تا زمانی که ما این نیازها و مطالبات مدنی جدید رو و متجدد رو نیازمند دولت متجدد است. دولت مدرن باید پاسخگوی نیازهای مدرن باشه. دولتی که واپسگراست، به تعبیری ارتجایی است، به تعبیری توتالیتر یا تمامیت خواهه، دولتی که به زور میخواد از بالا به پایین همه چیز رو پیش ببره، دولتی که یک نفر میخواد بالا بنشینه و اندیشه صادر کنه و تولید کنه و تصورش بر این باشه که آحاد ملت فاقد مغز هستند و ضحاکی نگاه کنه به جامعه، طبیعی است که چنین جامعه ای با چنین دولتی نیازهای مدرن جامعه رو نمیتونه پاسخ بده و یک جوری این سیستم کلاپس یا فروپاشیده میشه. منتها برای پیشگیری از هر گونه از این جور خطرات برای جامعه نه برای سیستم سیاسی، مستلزم این هست که یک فرایند دموکراتیزه کردن در جامعه رو به شکل آگاهانه پیش ببریم. به اعتقاد من هر نهادی که در حوزه‌های اپوزیسیون در کشور دارن فعالیت می‌کنن، یکی از اهتمام یا وظایف جدی که مورد توجهشون باید باشه نقش آفرین و توجه به نقش و جایگاه زنان هست. به اعتقاد من یکی از گلوگاه‌های اصلی دموکراتیزه کردن و سکولاریزه کردن اون جامعه نقش آفرینی و اجازه تحقق حقوق اولیه زنان در جامعه است و بدون توجه به نیمی از جمعیت جامعه ایران امروز، من فکر می‌کنم اگر دموکراسی هم باشه باز مثل همون خرکی خیش لنگان خرکی خیش به مقصد برسند. دقیقاً.